بیش از 500 معتاد صحتیاب شده از آموزش‌های فنی و حرفه‌ای وزارت کار و امور اجتماعی فارغ شدند. مسئولان وزارت کار و امور اجتماعی از جامعه جهانی می‌خواهند که در زمینه معیشت بدیل مواد مخدر با افغان‌ها کمک کند. پکار دا چه نړیواله ټولنه دا ستر لاسته راوړنه د بوز او عداوت له امله هیر نه کړي، بلکې په دې لاره کې د افغانستان اسلامي امارت سره د بدیل معاشیت د موندلو او د زراعت په میکانیزه کولو کې رښتینی رول ولوبوي. نن د کار ټولنیزو چارو وزارت اړوند د پلیچرخي د فنی او حرفوي زده کړو په مرکز کې درېمه دوره د فراغت وه، او په دې کې 1500 تنه هغه هیوادوال چې تازه له احتیاط څخه رغېدلي وو او دوی وړتیا د دې درلوده چې په فنی او حرفوي زده کړو برنامې ترلاسه کړي یا د مرکزونو ته جذب شوي وو. په څلورو میاشتو کې د دوی لپاره دغه زده کړیز پروګرام پلی شوی ده. در عین حال برخی از استادان این مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای میگویند که این اشخاص میتوانند مصارف خانواده هایشان را تامین نمایند. همچنان برای فارغان این مرکز وسایل فن و حرفه نیز توزیع میگردد. 4 ماه بر از این آموزش درس داده میشه، بعد از 4 ماه یا فراغت میبینند، بعد از 4 ماه بعد باز یا بر از اینا سرفیتیکت داده میشه و همراه وسایل خیاطی یا در بیرون کار خود ادامه بدن، در بیرون اونجا کار کنند. از شاگردای دوره اول هم در بازار شاگرد داریم که کار میکنند، از دوم هم داریم، مزیدی که خدا مهربان است که از یام دبیرو برن بخیر کار خود را شروع کنند. از سوی دیگر برخی از معتادان صحتیاب شده که آموزش فنی و حرفه‌ای را در وزارت کار و امور اجتماعی آموختند ابراز خرسندی میکنند. تقریبا 2 سال پیش مرا جمع‌آوری گرفت و در فنکس آورد و مدت 3.5 ماه در فنکس بودم. بعد از او آمدم 2 ماه اینجا تیر کردم و بعد از او در فش شامل شدم. رفیق حیاتی را 4 ماه درس خواندم. بسیار خوش هستم از امارات اسلامی به خاطر که زمینه زیر برای ما مساعد ساخت که دیگه در اورایی که می رفتیم دیگه در اورا نریم، دیگه از بابات پاک زندگی کنیم، همراه فامیل خود زندگی کنیم. این در حالی است که پس از حاکمیت امارات اسلامی بر اساس فرمان زعیم امارات اسلامی کشت، قاچاق، تولید و فروش مواد مخدر در سراسر کشور منع شده و افراد معتاد به مواد مخدر به مراکز صحی انتقال داده شدند و اکنون زمینه آموزش فنی و حرفه‌ای نیز برایشان فراهم شده است.